سلام به همه دوستان، امید که خوب و صحتمند باشین. شب زیبای عزیزان، دل به خیر. باز هم قسمی که میبینیم تو برنامه گک داریم خودمانی دیگه. ناصر جان آمد، خوش آمدی ناصر. سلام، وقتان بخیر وطنداران گرامی. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین و زندگی به کام دلتان باشه. دیگه من میرم پس میم. کوچه هسته دیگه، مادر جانم شون رفته شد به خانه به خاطر ازیک امید جان چند روز شب خانه حال ممنون آمدن. دوستا که میبینین این قسمت ها را هم نو کاگل کرده. سلام مادر. امید جان آمدن. آمدین بخیر. سلام مولا امید. خیر خیریتیس؟ شکر زنده باشین. سلام دوستا عزیز، دیگه شامتان بخیر. شکر جور و صحتمند باشین. من دیگه از خوشحالی بخیر می سلام علیکی یادم رفته که دم چند وقت امیر جان پیش ما نبود. بسیار بسیار دیگه پشتان دق شده بودیم. دیگه امیر جان شفاخانه بستر بود. دیگه سلام و شام زیبایتان بخیر وطنداره عزیز. خدا کنه هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین. گفته فرانم تایرای حیران میدیدم امیر را بیخی مرا چی کده؟ را بیخی مرا گنگز کده دیگه. نه اتو بود که را بیر بار بود، شام از رابندی زیاف بود. نگه بسیار رابندی بود. دهم پیش از حد از شام از به او خاطر دقیق شده بدی؟ نگه دوستان عزیز، همی بچه ها که ما 4 کیلو وزنش بود سوی تغذیه شده بود دیگه. چند وقت بستر بود دیگه، حالا شکر شده 5 کیلو دیگه. باز دکترها گفت که 1 کیلو اضافه شده. ما خدا دیگه الان رخصتش کرد دیگه. نه بخیر آوردیمش خانه دیگه. کلی که زیاد پشش دق شده بود از سوی تغذی بر آمده. بخیر از سوی تغذی بر آمده. بله از سوی تغذی بر آمده. شکر امید جان. بعضی ها میگفتن، دوستان میگفتن در برنامه که امیر چقدر کسه و هیچ را ای توریست. اینه ای دوستان شکر خدا داره خوب شده. شکر شکر 5 کیلو شده. 5 کیلو شده. هزار بار شکر که سوی تغذی بر آمد. بخیر هزار بار شکر. خیلی جگرخونم بودم دیگه. چیزی که رضای خدا می باشه دیگه. خداوند در این شامی دعا میکنیم که خداوند کل مریضا را شفای بخیر بده. چی خرد است چی کلان است، خداوند شفای بخیر بده. خداوند شفا بده. الهی آمین. خصوصا مریضای خود ما را خدا شفای بخیر بده. چیزی که مریضا در شفاخانه کس در جای کس خداوند شفای کامل در خارج است، در افغانستان است، هر جای کس خداوند شفای بخیر بده. چی طفل چی کلان است دیگه، از خیرات سرش مریضای ما هم شفای بخیر بده که خداوند از این جنجال از این آل و روز روزگار بخیر بکشه. کل آل اسلام بخیر بکشه دیگه. خوین آل خانه بریم بخیر دیگه. کسی ها سلاش شده امروز پدر ما منجور کاغل کده نگه کاغل. یعنی ای چون بسیار شورش شده بود و خراب شده بود دیگه، دیوال تراش کرده تکمیل و کار کاغلش شروع کرده که انشالله بخیر خلاص شد. خدا مهربان است. آه انشالله انشالله خلاص میشه. خلاص میشه انشالله. دوستا بخیر و سلامت باشین. نزدیک بیننده ماستین و کارا کم کم پیش رفت دیگه. امشب میخواین که پاچه پخته کنن. پاچه پلو البته نگه گندم گندم میگم خنده میکنی. نه من بخاطر کپاجه کشیم و خطر خنده که مکتمال خوتی نه نه خود جوش دادن نرم شده. نگه حال سکار سر پیاز جریان داره. پیاز گفتیم و قدیما قیله قیله میسازن یا ریزه ریزه جور میکنن. سر پس پروانه جوتا میکنن. ما فاجعه کشیده نیستم تو میکنم. شما به طرف ما ببینین و شما رو خواهد. من نمیکنم باز. ما ولی قسم خسته شدیم. نگه دوستا یک گپ که نگفته داریم. نباید با نه نگفته. برو حالا نمیگم باش. ما به ملا منتری استاد چون که باشت کسام گفت میگی. دوستا پاسپورت ها را داده بودن به ویزه و میخواستن که ویزه بگیرن و کم کم کارهای رفتن رو شروع کنن. دیگه متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم که نمیفهم کدامش خوبتر است. دوباره کنسلش ساخته. خب تو مهم نه مقصد چی میگن؟ کار جور کار پیش بره. دیگه پاسپورت ها دوباره کنسل شد و ویزه نگرفتیم به خاطر که تا جایی که گپ زدیم
دیگه انشالله ان قریب امکان داره، دیگه 100% مطمئن نیستیم، انشالله ان قریب امکان داره که خسرو خیلی بیایه و بخیر کابل جای گزی... چی میگن؟ یک چند فیصد دیگه پا مطمئن هستیم؟ یک 80%, 60%؟ فیصدیشه دیگه من گفتن نمیتونم چون ما شرایط ایران هم برای مهاجرین فیران مساعد نیست. بله خب هر جای هم قسم مشکلات خدا داره، ولی ایران کمی جدی تر گرفته. خب ما در مسائل سیاسیش کار نداریم، ولی هر جایی که هموطنهای ما باشن آرزو میکنم که هر جایی که خوش هستن همونجا باشن. بعضی خدا کنه که آرام باشن. خب انشالله بخیر، خسر خیلی بخیر بیاین که دیگه ما هیچ رفتنی نشویم انشالله. نگه خواستیم ایرام امرایتون شریک بسازیم که منتظر سفر ما فعلا نباشین. نگه منتظر ازی باشین که بخیر آرز خانم بیا و بخیر چی میگن پلانای بعدی ما شروع شد. بخیر تو دیگه بی صبرانه منتظر هستی و تو مهم نیست که بخیر برای می اونا بیان، خب مقصد مهمش همیست که مقصد بیاین. نه خیر نه، من میگم هر چی که باشه خیر باشه، خیر ما باشه، یعنی عجله در هیچ کار خوب نیست. نگه هر چی که باشه اما با صحتمندی شیطان در دلت میاره یا با صحتمندی اونا بخیر بیاین یا ای که با ما بخیر بریم. آه انشالله خدا آن خیر نصیب همگی بسازه، هر چی که خیر باشه. دیگه دیگه دانش کش نمیاد خانده چی بود یک عدسه؟ سبر باز دستم شده میره بعضی عدسه که میزنن البته در مکتب همین موضوع زیادتر بود نه؟ یک عدسه میزدی او این کار میشه، باز دو عدسه میزدی میگفت اوی کاش که یک عدسه میزدی همی کار مثلا این گپا زیادت این گپا را دیگه خوش بید کسی تجربه کده باشه، ولی ما اتخاب ندارم. هر چقدر که چی میگن صبر برشیم داره، هر چقدر که صبر کنیم نگه حالا ما صبر میکنیم تا خود شفله و آماده شد و بخیر درسته درست بخته شد و بیاید بخاطر که چی میگن گفت یاد دارم بریم چیز تو پرو نیادم اینکی والله اوش بیبی امروی روغن بگو خدا نمیدم درست کدام شده شاید صافه چی دمکی باشه دمکی 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 مثل که خب ما بعد از چشت امروی بهار جان پلی مخواه شده بود خواه شده بودیم دیگه و ساعتای نفهم چند سی وجه بود با مشکل بسیار از پلیش خیستم گفتم باشته که بهار بیدار نشه بود اگه بیدار شده 100% گریه میکنه که خالت تو کجا میری که مرا نمیبریم باز خوب از بیدار نشد دیگه و دونو وقت رفتیم این شام آمدیم و همچنان ازدهام شام آنقدر زیاد است دیگه که بیخی امو دیرترم آدم میرسه دیگه این مزده هم یک کم خسته میسازه. خوش شکر شکر که بخیر خوب شد و رخصت شده چرا دمی آخر از گپ زدن از خندم مونده به گپ زدن میگم سابق که مثلا امروش بدن حرف میسه زیاد قصه میکرد. آه دیگه انشالله که بخیر خوب شدم. خب پروانه هم چی میکنیم؟ سیره بندازم اول گوش کنم چی هم بندازم گفتی بازی رنگه که چی پیدا کده پیاز این رو زود آماده میشه یاسر زیاد خوش دارنه یاسر؟ بدی سهی پخته شما فایده هم میتونی بازه کلافایزی بری که سهی پخته نه خوب است که آدم بخوره سهی پخته شده نه حل شده
به خاطر که فایده زیاد داره. یک باز حل نشه مثلا اون چیزی که در اصل فایده داره باز تو بخوری هم فایده نداره. یعنی هدف من این نبود که خودت خوبش پخته نمیکنی. نه تو خوبش پخته شد. خوبش پخته نمیتونی؟ تو جرات کو همیشه در زندگیت با جرات باش با جرات باش تقسی فلک سور نبا نه شوخی میکنیم نگم سور بازو نیمار دارم نه دوستا شوخی هست یا نه انشالله که پاچم پخته میشه نه من اگم زرم دم پیشی میکنم که چی میگنم مزه بود تا باز خوب است که برنج پخته کردن به خاطر که من چی نمیخورم پایچه نمیخورم نه بازه چیش هم میخورم چی میگه؟ او نه خودش هم میخورم دیگه چی داشت هم نمیخورم نه خود با مخاطر گرفتم خیلی نه پا من پاچه خورده نمیتونم میگنی میگه فایده زیاد داره فایده بسیار زیاد داره در استخوان در چی میگن مفصلا یکی اثر در چیز چی میگن مرادخانی بهترین کلا پاچه اونجا پخته میکنن نه خود بهترین شخ من نمیتونم من چی دیده بودم مهمون یار مجب که میرفته میشه باز چون برنامهش نشر میشد در افتادا میگفت پنجشنبه شب منتظر باشین در اونجا که رفته بود باز که دیدم دیگه گفتم ساعت فی ساعت ایره تعقیب کن کلا پاچه پخته میکنه باز واقعا نموره که میدیدم گفته ای بعضی ها دهن ماب میزد آخو خوب بودن شخمه نمیفهم شاید یاسر نخورده بار ساعت فی ساعت میره پخته میکنه رنگ رو خوشمو خوام دیگه از رنگ روخش معلوم میشنی هم رنگ روخ که داشتگ بفهم که مزدار میباشه مزدار میه قدیمی ترین پاچه فروش ها زیادتر هم اونجاست یعنی کسایی که حدود 100 سال یا قرن بوده یا مثلا شاید زیادتر من معلومات دربارش ندارم مقصد قدیمی ترین پاچه فروش ها هم اونجاست مردم اصیل کابل و یکی مردم اصیل کابل که مردم مرادخانی میگن نگه همون جستن من نظرم که من نمیفهم سر فیصد باید انبار بوری اونجا کلا پاچهشان رو شجان کنی و با منشو روی که چقدر نظر جای زنان فکر فامیلی نداره نه؟ نه به نظرم نداره من چون من نرفتی بازفر من یک گسر گرفتم من اونجا برد گرفته بیارم در مراد خانی دیگه چی داشت خورده من کلا پاچه چون خوش ندارم مثلا چپلی کباب چپلی کباب که بهترین چپلی کباب داره دیگه زیادتر اینم که رفتیم هم چکلی کباب یا برگر این چیزاشو خوردیم ما زور نکش تو میتونی صافی کردن؟ کس که نه تانو یک پاچه را خواه چی میتونی؟ تو مره چرا کنشور نیتا با یک دست باید انگشت یه اوتری نیه خواهد انگشتم قد شده بس چه؟ اینا لخود هم بندازم نخود قبلا تر کده بگیم بگیم بر پرتم باش ما پرتم امی تو پرتم خلاص واقعا زیادتر تصویر بیایی که باشه زیادتر مزیشه که میکشه این امی نخوده ماشالله با خودم مره آفرین ماشالله اردیت هم خوب کاریگر هستین من در کل همین پاچه پلاو زیاد خوش میگه پاچه پلاو چیز خوبی هم هست خود در کل هم غذا خوب هسته به طریقی درستش خوب داشته من یکی پاچه پلاو خوش میگه و یکی چی میگن دنبه پلاو از دنبه گوشت از دنبه گوسفند که استفاده میشه
و سیر ده هر برنج خوب است. یک مزه‌دار میه و دوم دیگه ببخشین از پیشتان تیر شنو. یک مزه‌دار میه و سیر خیلی فایده هم داره. نگه کسایی که خورده بتانه برشان بین برنج خیلی خوب است. باید کسایی که مثل من چیزایی که فایده داره خوش نداره در خورنه که پخته بکنی خو... سیر پلاو باز فقط کسی که سیرشو میخوره پدر مقدر زیاد نمیخوره بسیار اگه بخوره یک از یک غوزه یک دندانگه کشه اگه بخوره ولی یاسر امروی دختر خالیم مادر بهار دیگه ماشالله نملاور میشن دیگر هم نمیخورن. خب من یک وقت را مدیر مالی در یک شرکت دوا بودم در هتل پروان. هتل پروان باز اونجا همی وطندارای شمالیوار ما بود، آشپز ما بود، یعنی واقعیت یک برنج بسیار مزدار پخته میکرد. باز همی همیشه بخاطر ما دو غوزه یا سه غوزه سیره نمی سر برنج میموند. باز خودشان هم خیلی خوش داشتن، دم میداد. بازی واقعیت ما عادت کرده بودم. باز روزی که مثلا خداوند هر جای که هستن آرام باشن، تمام هم کارهای منشالله اگر مره میبینن سلام های گرم خودت تقدیمشان میکنم. اونا که بودن باز بسیار روزای خوب هم تیر کردیم. امی روزی که باز بر من هم میکردن مثلا سیره باز دیگه من از اشتیا میماندم. باز عادت کرده بودم. باز روزی که دیگه از اونجا جدا شدیم دیگه باز دیگه نخوردیم نعمت سیر محروم شدیم. گاه گاهی در خانه میکنن خاما همیشه نه دیگه نه با مثل همیشه نه چرا که خب همیشهش باز فایده هم نخواد داشته باشه نه بخاطر که کسایی که گرمی داشته باشه شاید سیر شاید بخاطر که بخار یک کم است بخاطر فشار هم مشکل است باز فشار به نظر من نخواد مشکل داشته باشه پروانه چون حل میشه خامش در فشار تاثیر داره پایین باشه باز چی؟ پایین هم نمیفهم والا سرما خیلی تاثیر نمیکرد نگه من نمیفهمم که تاثیر داره نداره در کل همی چی هست خب کسایی که مشکلش زیاد باشه باز همی یک کمی هم سیر بخوره صد فیصد سرش تاثیر داره تاثیر میکنه بالا میبره نگه خیر باشه انشالله باز کنم باز خودم برتان پخته میکنم نه خیره اولو بیایی لوبیا رو بگذارم کار نکه یعنی پخته میکردم خیر است من بفهم لوبیا ایتی هم همون قسم مان دیگه خیر یک روز پخته میکنیم بعد شوه پخته نمیدونم من خب میفهم که در نوبت من نمیدونم نه انشالله از طرف چاشت پخته میکنیم پخته میکنم خیر باشه امروز تصویه امروی خانم اینجا پخته کنم امروز تصادفی باز امشب البته برقاست خوب است الحمدلله شکر و یکی ما افغان ها یک چی میگن عادت داریم به این گپ که میگیم گوش شیطان کر البته شیطان نشنه و اگه نی بیچاره شیطان هیچ کار میگه گوش در چیز سر ما اگه نی برق توش باید بگیم شکر الحمدلله شکر الحمدلله برق از تو نرفته دیگه شکر گذار هستیم مادر بخورم که دید میگه برقا هست خیلی موبایل من در چارش بود چون داشت موبایلش خاموش بود دیگه چارش نداشت به مخاطر نه برق نمی باشد زیادتر اوقات اگه این خوب است که باشه برق خب چی میشه بس چطورش دیگه خب دیگه ای تو یه دیگه منتظر هستم پخته شده ایره هم دادم میمارم چند دقیقی دیگه نه من دادم یه چیز رو همتون میکنم همتون کسی که لایت گرفته اینم تو رقص میکنه اوه بیاد اینجا برنامه است دختر بیاد بیاد بهار دیگه پیش از حد پشت مادر جان خود تق شده بود دمی هر گپ بهانه میگرفت تو گریه میکرد امروز هم زیاد دیگه اوقاتش تلخ بودم حالا هم که مادر خود دیده میگه مادر تو چرا نمیامدی گفته مادرت نمیامد ما آوردیم شیگنی مادرت نمیامد بخاطر تو شوخی میکنی خداوند کلگی مریضا رو شفا بده و همچنان کسایی که واقعا در شبخانه رفته بودیم سوی تغذیه را گفته مادرم کسایی را که ما در تلویزیون میدیدیم البته تا هنوز هیچ طور کسی را ندیده بودیم از خیش قوم که سوی تغذیه شده باشه البته از نزدیکا باز زمان جا در شبخانه که همون روز رفتیم
باور که یاسر نفس اینجا رسیده بود. هر کدامشه که میدیدی خصوصا جخ که میزد دیگه این گوشای ماما کم گرفته بودم بیخی گریم آمده بود. گفتم ما کلان رو تحمل میتونی مرد درده اما اطفال بسیار مشکل ولی خورده نمیتونه باید اما سرش مشکله که مثلا قدستشون چیچگه کنول بزنه یا پیچکاری کنه باز اینا هم گریه کنه دیگه او سرش باز اونجا که رفتیم مادر بحاره گفته بگیه دست بچه ده. ای نمیتونست پیش از پیش گریه که در آوانست ما گفتم بخیست او که من دست شما کم بگیرم خوارشی نکنی بازم امیتور سر آدم گریه میاید چون ببینی یک کسی از سایت مریض باشه خدا نشان نده باز دست شکل ما کم گرفته دکتر بزرگشون که آمد سر طبیب کسی سنم سایل کرد گفت مادرش میشه گفتم نه ای خوارزاده مست میگه فقط کمیل خودت هم گریه را گرفته من مادرها را اکثر نمیمانم اگر دستیار نداشته باشن کسی هم روش نباشه باز خیر است میمانم باز خصوصا ایتور اطفال که نی رکشان پیدا میشه نی هم بیچاره را میتانن که بیان کنن که بگویه که من مثلا دستم درد میکنه از ما خب صد مشکل شمید که زوزت به جای میشه نی؟ زیاد از امیرم چند بار هم قسم شده بود بیخی در پاش زده بودن امروز باز دکتر تا کامد مادر بهار جان کم کم امو پلاستر اینا شکن دکتر یک دفعه گفت چی میکنی وان که دکتر بیایه بگه واقعیت هم کم کنول کشید خود طفلا خورده نی اما تو خون میبرایه که بیخی دیگه قسم میکنه بیخی پایکش یک قسم آدم میشه واقعا مشکل است خود در کل البته خانومایی که در افغانستان هستن و برنامه ما رو میبینن 100% میبینن گفتنی ما و از اونایی هسته که خواهشن تغذیهتان متوجه باشین تا که طفلایتان سوی تغذی به بار نبیه که واقعا هر درد دوام میشه ولی سوی تغذی را که ببینی سنشان زیاد جگر آدم میسوزه بخی از من جمله امیر ما شکر که خوب شده که وزنش هدف در کلی است که یعنی هدفی نیست که مثلا هر چیز بخورن چون بسیاری خانواده اقتصاد خوبتر ندارن اما به موقع بخورن وقتی که چی میگن بیپروایی کنی بازو دلیل نمیشه که والا ما اقتصاد ما ضعیف است و یا ما اقتصاد نداریم اقتصاد در میان نیست توجه و خوش بودن تشویش نکنن تشویش نکنن توجه داشته باشن به خوراکی خودن خیلی بهتر است از ما مادر بهار که آمده خود در کل چون تازه از ایران آمده بودن در تغذیه خودم توجه نکرد و خوام تشویشم زیاد کرده بود زیاد مشکلات سپری کردم لالا امید شد ولی بازم خدا رو شکر که زودتر خوب شد خب ما خودم بگم چی میگیم دوستان خیلی دیگه دوستان منتظر نباشن ما منتظر میباشیم تا ای که ای دیگه هم پخته شود دیگه برنجام دم بگیره باز پس می اونا منتظر باشن یعنی؟ منتظر نباشن دیده برن ما را دوستان دوباره خوش آمدیم به ادامه برنامه دیگه نانم تیار است دیگه دیگم پخته شد برنجم کله و پایچم آماده شد دیگه پرانه جان میکشه خسته نباشی زنده باشی بالاخره مو وقت که گفتم نه ما منتظر میباشیم انتظار به پایین رسید مخبی نهید گشنم شدیم دیگه دوستایم که سرنان هستن برشون اشتیای خوب میخوایم خب دیگه ما منتظر هستیم که زود بخیر بریم سر دسترخوان نان بخوریم کلا و پاچه بخوری خوش داری؟ نه دیگه خب میفهمیم پرونه بخاطر همزو برنش پخته کرد که موتو نمیخوریم برنش تصمیم نداشتم خب دفتن شد چون منم گرم بود برنش تصمیم نداشتم باز گفتم خو خیر باشه این نیده بلا شده که یه بود تلفن نرم شده اگر اینجا هم آماده است نه خیلی یک بوی خوب داره اما الان ایفم چرا ما شایسته خورده نمیتونیم چرا خورده نمیتونی شایسته؟ من خوش ندارم خوش نداری؟ من خوش ندارم نمیتونم خورده خوبم تو غلیظم آماده شده بازم شورباش خورده میتونم که مثلا تنها اوشا بخورم ولی خودش رو خورده نمیتونم خود گوشت شد هیچ کدام شد ما باش که و یاسر گفتم که مراد خانی بسب که از وا بکشم اما اونا باز خواهی نفکر کنیم شم مراد خانی آمده یاسر نه او زیاد مزه دارست
ای خب همون قدر میشه که مثلا بخوری. خب خوب است یام، اما او زیادتر مزه دار باشه. خب خیلی یک روز باز میرم میخورم اونجا. خب دیگه دور از دل کسایی که کلاپاچه را زیاد دوست دارن، البته زیاد خوش دارن. جای شبانه جان یا سمین جانم خالی گپم زیشد. یک شب امروی شبانه جان مسج داشتم و روزش فکر کنم سبت برنامه داشتیم، گفت اگه این ما نو به خانه رسیدم، گفت اگه امروز مادر جانم برام پایچه خوب آماده کرد، پایچه آماده کرد، باز خوب آمده یک کاسه خوب سعی خوردم، گفتم مثلا ایت خورده نمیتونم، گفت بخیرم کم کم آیسته آیسته از چی میگه از طبقه پای شروع کم تو باز آمخته میشی، باز منزید که داد باز خوب سعی خورده نمیتونم، گفتم نیه من یک بدیشی نیست که پایچه یا برنج؟ نیه پایچه و آماده کرده بودن بزور، گفته کم کم که بخوری بازم تو مزید که داد بازم میگه میشه بخورم، گفتم نه برست که ماموشم خورده نمیتانم، ما مشقه ایمون کمک کمک هم بخورم نمیتانم خورده. اینم شما پخته کردیم بازانه؟ آه نه صد فی صد چی میگه از نخوادش ادوش میخورم، همیشه میکارم میکنم از اونش میخورم که تنها از گوشتش خورده نمیتانم. باز خیلی هم خوش بگم روی چکنی بخوام او را خویی چونه میخورم میگه بخورم برایم نه باز چکنی که بخورم قطاسین نداره، یکی نیمی چیزای چربی که بخورم زیادتر مغزیاتی چیزا باز زود بخور بیرون میشه. در خانه همیشه من از چکنی یعنی خودم هم نمیخوردم به خاطر بخارای روی، یکی فامیلم نمیمون که یعنی میگفت هم ضرر داره به معده هم بخار میبره. چند روز پیش دیگه پیش دکتر گرفتم، گفتن ها مغزیات نخود چکنی یا هم مرچ اصلا تاثیر نمیکنه. نه تاثیر خود باز هم وقتم به خاطر چی نخوردم، گفتم گمش کنم، گفت اصلا چیزای مغزیات نخو، من به خاطر که چند روز بخورای صورت ما بینایت زیاد شده بود اگه مزیتم میکرد، باز به موضوع گرفتم گفت اصلا مغزیات مثل بادام پسته چارمغز این چیزا استفاده نکو، دیگه چیزای چرب دیگه بخیر خوب میشی، اما مرج اصلا تاثیری نداره. مو به با باور بودیم که حتما نمی چکنی و یا مرج را که میخوریم حتما تاثیر امزیست که بخار مبرای خوش که تاثیرات خدا دارم. دینه آمادش خیلی دیگه آمدی خوردن شد بخیر تمام تو داغ داغ نوشیم جان کلن. خب دوستایی که تا هنوز بینده بودم قربان چشمشان که ما را تا هنوز تماشا کردن، دیگه ما هم منتظر می باشیم، شما هم منتظر باشین که برنامه های بعدی انشالله چی هست. دیگه برای فعلا خواه منتظر نان هستیم ما که نان زدتر بخوریم، ما منتظر ایجا اتفاق نیست فعلا نم فکر ما نمیست که بخیر بریم سر نان و نان نوشی جان کنیم. بخیر. اما دوستا دیگه منتظر ما باشن و برنامه ما را تعقیب کرده برن که چی اتفاق ها میفته و چی کارا میکنیم، نشد دیگه و ایرم احتمال داره رفتن ما میشه که اونا نیان ما بریم دیگه ببینیم آخرش چی میشه. نیه ست در ست انشالله اونا میره بخاطر که گفتن البته آلی یاسر پشت کمره است باش بگم خسر جانش گفت که احتمالش هست ما خودمون میریم چون ما اوزا را دیده دیگه اونا هم ببینن که چی میشه و چی نمیشه، باز انشالله هستیم دیگه. انشالله همه مسافرهایی که بخیر در کابل جان میاین دیگه سفرشون به خطر انشالله همونتو بخیر بیاین. خدا دیگه خدا فیزی رو میکنم، من تا روز منتظر ازید و موقعی فرنک تگین آماده شد دیگه وقت من اولین خدا فیزی رو میکنم، بعد از خدا فیزیش بگویم که ایره پرانه جان شکر شد یک برنامه کنم شکر که نه بگردن ما سپردی نه شایسته خودت خدا فیزی که یک مانش جوریان پس گپا پس خدا فیزی یاد پرانه ما در کل از خدا فیزی یک قسم حراس دارم ما بودا آخرین خدا فیزی باشه آخرین برنامه باشه نه خدا نکنم یک چیز باشه در کلم ترادم نه همیشه چون عزیزای ما که از اینجا رفتن و گرچن گپ میزنیم هم روی خانمای ماما هم دیگه ماما هم دختر ماما هم اینا عزیزایی که نیستن مثل این ایلاب جانشان، ولی بازم پشتشان زیاد بق میشادم اما خاطرات و چیایشان که یاد آدم میه دختر خاله جانم کالا یادم نرفته باشه که باز برنامه رو ببینم و زیاد گله میکنم چون در کل همی ماما و خاله که هست دوست داشتنی میباشه و ما نه تنها ما همی فامیل امرای ماما و خاله دیگه اولادای خاله بیشتر انس داریم و بیشتر نمیخوایم که از دستشان تیم حالا هم که دور هستن زیادتر پشتشان دق میشم
ولی خدافیزی اونا رو که دیدیم در کل بسیار سرم سخت تمام میشه، ولی من از خدافیزی اوقدر زیاد نمیکنم، در یکی از برنامه کردم باز مگرم. خدا من مهربان است که پس دوباره یک روز هم ما گرده هم گرده یک دسترخان مثل که امو وقتا یاد امو وقتا که هم ما فرهاد دریا اوغایتا چی اوغایتا که یادش بخیر که ما سر خانه که دسترخان آور میگه بنوز موشت که کارم دادانی میشن بخاطر که سر دسترخان جه نمیشتیم. یادم زو وقتا بخیر که انشالله روز بخیر اونا دوباره برگردن هم ما یک جای گرده یک دسترخان بشینیم. یک دسترخان چی میگه دو دسترخان شوه بخیر یک جای نان بخوریم پس همون روزای ما تکرار شوه و ماماهای مخال اولادای خالیم همگی ما یک جای شیم. دیگه اینا خدافیزی را کنم تا میکنین بکنین. قربان دوستایی که ما را تا هنوز بیننده بودن دیگه منتظر برنامه بعدی باشن. منتظر کومنت انتقاد پیشنهاد دارن منتظر هستیم. خداحافظ و نصرتان.